سلام خوش اومدید به کلاس درس میخوایم با هم دیگه مثال های دیگه از حد توابع صفر 0 هم حل بکنیم و قبل از اون اما من میخوام یک قضیه بسیار بسیار ساده رو بگم حتی اسم قضیه هم سخت برام روش بذارم ولی خب بذارید همون قضیه بگیم بهش و اون همینه که حد x به سمت x صفره حالا من به جای a می نویسم x 0 سینوس kx که k یک عدد ثابت هست پس سینوس kx مساوی میشه با سینوس kx0 پس من میتونم مستقیما اون عدد x0 رو داخل تابع سینوس بذارم و حد سینوس در اون نقطه میشه خود اون مقدار خود تابع سینوس در اون نقطه و به همین ترتیب حد x به سمت x0 کوسینوس kx مساوی میشه با کوسینوس kx صفر این اه, چیزی هست که شما به راحتی خودتون میتونید با استفاده از تعریف دقیق حد اون رو اثبات بکنید و من دیگه اثباتش نمیکنم. حالا میریم سراغ این دسته از توابع صفر صفر رومی که در این ویدیو میخوایم اونها رو مثالشون رو حل بکنیم و اون هم توابعی هست از جنس fx مساوی با سینوس 2x تقسیم بر x و وقتی که به شما گفته شده حد x به سمت صفر fx رو حساب بکنید خب پس این مساوی میشه با حد x به سمت صفر سینوس دو x تقسیم بر ببخشید این سینوس x هست من اصلا نمیخواستم تقسیم بر xش یه مقدار پیچیده تر محاسبش پس سینوس دو x تقسیم بر سینوس x حد x به سمت صفر سینوس دو x تقسیم بر سینوس x رو میخواید حساب بکنید خب طبق این قضیه ای که من الان اینجا نشون دادم من میدونم که صورت این میره به سمت سینوس صفر یعنی مساوی هست با سینوس صفر حدش و این مساوی میشه با صفر به همین ترتیب حد مخرج هم مساوی هست با سینوس صفر و این مساوی میشه با صفر بنابراین من با یک کسر صفر صفر روم طرفم و دیگه نمیتونم از اون قوانین تقسیم دو یا ضرب دو و غیره استفاده بکنم کاری که در توابع مثلثاتی ما در اکثر مواقع نه در همه مواقع اما در اکثر مواقع صورت میدیم اینه که از قوانینی که از مثلثات بلد هستیم استفاده میکنیم بنابراین خیلی خیلی لازمه که شما فرمول های اصلی مثلثات رو مسلط باشید ما میدونیم از مثلثات که سینوس دو ایکس برابر هست با دو تا سینوس ایکس کسینوس ایکس این یک در حقیقت اتحاد مثلثاتی است که من فرضم بر اینه که شما از مثلثات بلد هستین اگر هم بلد نیستین از الان به بعد این اتحاد رو حتما یاد بگیرید خیلی خیلی در ریاضیات استفاده میشه و بنابراین حد x به سمت صفر سینوس 2x تقسیم بر سینوس x رو من میتونم به شکل حد x به سمت صفر دو تا سینوس x کوسینوس x تقسیم بر سینوس x بنویسم و چون وقتی x میره به سمت صفر یعنی x هیچ وقت مساوی صفر نمیشه من میتونم این رو از صورت و مخرج ساده بکنم و بگم که این مساوی میشه با حد x به سمت صفر دو تا کسینوس x این کاری که من در این قسمت انجام دادم همون قضیه معروفی هست که فکر میکنم در ویدئوهای 13 اون رو درس دادم ویدئوهای 13 حد این اون قضیه است که زبون خودمونیش این میشه که میتونیم اینها رو با هم ساده بکنیم در این حالت و این رو حالا من میتونم خیلی راحت حساب بکنم چرا میتونم اینو خیلی راحت حساب بکنم چون این طبق ویژگی پنجم حد که در ویدیوهای اول با هم دیدیم مساوی میشه با دو تا حد x به سمت صفر کسینوس x و حد x به سمت صفر کسینوس x با همین قضیه که اینجا من نشون دادم مساوی میشه با دو تا حد x به سمت صفر ببخشید مساوی میشه با دو تا کوسینوس صفر کوسینوس صفر هم که یک هست این مساوی میشه با دو حالا کاری که شما خودتون باید بتونید انجام بدید دقیقا به این روش این هست که اینو من به عنوان یک تمرین میگم حد x به سمت صفر سینوس 2x تقسیم بر کوسینوس x رو حساب بکنید بذارید اصلا عوضش بکنم مثلا 5 سینوس 2x تقسیم بر کوسینوس x رو باید بتونید حدش رو به همین روشی من اینجا گفتم حساب بکنید در مورد این حدهای صفر صفر و مثلثاتی باز هم با هم صحبت خواهیم کرد